اسم استودیو. پس عنوان درس اول کلاس دوازدهم هست sense of appreciation. پس باشه appreciate خودش در قالب ورب یعنی سپاسگزاری کردن. مثلا ببینید I really appreciate it. یعنی بسیار سپاسگزارم. اوکی؟ اما الان appreciate که ورب هست رو تبدیل به noun کرده. شده چی؟ شده appreciation. یعنی سپاسگزاری. پس sense of appreciation یعنی چی؟ یعنی حس سپاسگزاری. حالا گفته interesting facts. یعنی یک فکت ها یا واقعیت های جالبی. پس فکت رو اینجا داریم به معنای چی؟ به معنای جالب. فکت یعنی واقعیت. interesting جالب. گفته helping others lowers blood pressure. بچه blood به معنای چی؟ به معنای خون هست. و blood pressure به معنای چی؟ فشار خون. پس helping other یعنی یاری رسوندن به دیگران lower کم میکنه. بچه ببینین low خودش اگر بود چیه؟ صفت هست. adjective یعنی کم. حالا lower یعنی چی؟ یعنی کم کردن. پس میگه کمک رسانی به دیگران فشار خون رو چیکار میکنه؟ کم میکنه. بریم پس این fact one بود. fact number one second fact میکشی kindness. بچه kind یعنی مهربان. kindness یعنی مهربانی. اوکی؟ خب پس kind با پسوندness تبدیل به چی شد؟ تبدیل به noun شد. ببینید بچه ها خود kind یعنی چی؟ یعنی مهربان. نقشش چیه؟ adjective هست. حالا بعلاوه ness میشه، بعلاوه ness که شده چی؟ میشه noun. مهربان، مهربانی. پس مهربانی boost. بچه boost یعنی افزایش دادن. افزایش میده energy and strength in elderly people. بچه انرژی که مشخصه and strength و نیرو. strength یعنی نیرو رو in elderly people در افراد مسن. پس elderly people یعنی افراد، بگین افراد مسن. پس مهربانی انرژی و نیرو رو در افراد مسن افزایش میده. دومی teenagers. اوکی؟ یعنی نوجوانان. who help others یعنی کمک میکنن. نوجوانانی که کمک میکنن دیگران. are more successful in their life. بچه successful یعنی چی؟ موفق. حالا more successful موفق تر. بچه داره چیکار میکنه؟ داره مقایسه میکنه. درسته؟ داره مقایسه میکنه. ببینید بچه مثلا میگیم interesting. حالا اگه بخوایم میگیم more interesting جالب تر باید بگیم more interesting. نمیتونیم بگیم successfuler یعنی با ای آر چی کنیم. پس اون صفاتی که چند بخشی هست. مثلا بچه ببینید تال گرفتید. تال قد کوت یعنی قد بلند. درسته؟ یک صفت تک بخشیه میشه تالر. اوکی؟ سمال میشه چی؟ میشه سمالر. ولی سکسسفول یعنی موفق. از چند میبینی پسفند فول رو داره. بچه با تشخیص دادن پسفند ها اگر صفتی پسفند توش بود، اوکی؟ این چند بخشیه. چیه چند بخشیه؟ پس برای مقایسه کردنش میگه more successful، اونجوریش میشه the most successful. پس میگه اون نوجوانانی که کمک میکنن دیگران رو are most successful، موفق ترن در زندگیشون. پس اینا fact number 3. fact number 4. listening to advice. listening یعنی گوش دادن. to advice به نصیحت های چی؟ of older people افراد مسنتر پیرتر. improve یعنی بهبود بخشه. our lives یعنی زندگی های ما رو چیکار میکنه؟ بهبود بخشه. پس بچه فعل improve یعنی بهبود بخشیدن و old people. بچه الان ببینید old یعنی پیر. چون کوتاهه یک صفت گویه. وقتی میگیم میخوام بگیم افراد سن بالاتر میگیم old. اوکی؟ و اینم و the last one taking care. بچه take یعنی چی؟
یعنی مراقبت کردن. Take care of grandchildren. بچه‌ها ببینید grand son، اوکی، grand son یعنی نوه پسری، اما grand daughter، grand daughter میشه چی؟ نوه grand daughter میشه نوه دختری، با هم میشن چی؟ میشه grand children. پس نوه ها رو میگیم چی؟ میگیم نه. حالا کل، اما اون برای قضیه چی داریم؟ grand parents، پدر بزرگ و مادر بزرگ رو میگیم چی؟ میگیم grand parents. اوکی، پس grand children میشه نوه ها، grand children میشه پدر بزرگ و مادر بزرگ. خب حالا ببینیم بچه ها، گفته take care. بچه ها take care یعنی مواظبت کردن، taking care of grandchildren مواظبت کردن یا مراقبت کردن از نوه ها. increase یعنی افزایش میده، brain function یعنی عمل کرد. حالا brain function میشه عمل کرده مغز، پس افزایش میده عمل کرده. and memory هم یعنی حافظه. پس دوتا چیز رو بهبود میبخشه، افزایش میده، یکیش فراینده یعنی عمل کرده مغز و حافظه. خب اوکی، پس این کلمات بود که اینجا یاد گرفتیم. حالا بریم ببینیم اینجا چه فکت هایی رو گفته. get ready. حالا بیایم اینجا ما اول این سنتنس ها و جملات رو میخونیم، بعد با اینا مچشون میکنیم. اوکی، اولی گفته children. بچه ببینید children یعنی بچه ها، مفردش چی بوده بچه ها؟ مفرد child هست، child میشه children. should respect their parents. بچه respect به معنی چیه؟ احترام گذاشتن هست. پس should هم ببینید بچه should وقتی میگیم یعنی داریم suggest میکنیم، یعنی داریم پیشنهاد میگیم، یعنی باید چیکار کنن؟ احترام بذارن به والدینشون. پس parents یعنی والدین، اما grandparents میشه چی؟ میشه پدر و مادر بزرگ. اوکی؟ خب بعدش we have to take care of elderly people. بچه should suggestion بود، بچه یعنی به صورت یک پیشنهاد بود، یعنی میگیم بهتره این کار رو انجام بده. اما وقتی هفتو رو میاریم، هفتو چیه؟ باید، اجبار هست. و اینجا گفته we have to take care of elder people، یعنی ما باید take care کنیم، take care یعنی مراقبت کنیم از افراد مسن. شماره 3 گفته family members یعنی member به معنای عضو هست. حالا family members میشه اعضای کی؟ اعضای خانواده. should listen باید گوش کنن to each other به همدیگه، پس each other یعنی همدیگه، should listen باید گوش کنن to each other به همدیگه. اوکی، بعدش we can help many people ما میتونیم کمک کنیم افراد زیادی رو با از طریق donate. بچه donate یعنی اهدا کردن. حالا donation یعنی اهدا. حالا مثلا می blood به معنی چیه؟ به معنای خون هست. blood donation به معنی چیه؟ یعنی اهدای خون. حالا donate کردن یعنی چی؟ یعنی اهدا کردن. by donating what they need، با اهدای هر آنچه که آنها نیاز دارن. فعل need هم به معنای نیاز داشتن. by donating، بچه چون by اینجا داریم و این حرف اضافه هست، فعل بعدش به صورت ing اومده. خب بریم ببینیم چیا جدید داشتیم اینجا، چه کلماتی رو جدید داشتیم. یکیش elderly people، elderly. اوکی، take care. اوکی، member. اوز. اوکی، each other یعنی یک دیگر. و donate رو داشتیم، یعنی ای هم داره، یعنی اهدا کردن. و need یعنی نیاز داشتن. حالا اینا رو به هم چیز کنیم. حالا suggest هم گفتم، suggest به معنای پیشنهاد دادن و
گراند پرنس هم قبلا داشتیم ولی حالا باز بنویسین. اوکی بیایم اینجا الان وان کدومش میشه؟ وان چه شماره میشه؟ وان کدوم سنتنس میشه برای این؟ وان فور. وان فور این the second picture تصویر دوم. 3 اوکی the third one سوم. 1 اوکی شوت شو 1 شوت اوکی اند 2 گود اوکی لتس گو تو دی نیکست وان. خب حالا میخوام بگیم هو وای آر دیز پیپل فیمس. وای یعنی چی بچه ها؟ یعنی چرا، چرا این دیگه نمیگیم این مردم، میگیم این افراد. فیمس هم به معنی چیه؟ به معنای مشهور است که به جاش میتونیم از ویل ناون، ویل ناون استفاده کنیم، یعنی اینا سینونیمشن. یا پرامیننت، پرامیننت هم به معنای چی هست؟ به معنای خوشنام. پرامیننت، پرامیننت. اوکی پس بچه ها ما به جای ویل ناون، به جای فیمس میتونیم از ویل ناون و پرامیننت هم استفاده کنیم. ویل ناون با پرامیننت دوتاش برای این چی هستن؟ همه هست. خب حالا اینا رو ما نمیشناسیم. خب بریم پایین. گفته How do you think when you read about these people؟ بچه ها میگه How do you feel؟ یعنی چه حسی دارین؟ چه حسی دارین؟ When؟ وقتی که، وقتی که You read about these people، وقتی که درباره این افراد میخونید، مطالعه میکنید. پس بچه ها ما اینجا داشتیم این افراد چی هستن؟ famous هستن. famous people یعنی افراد مشهور. well known people افراد باز مشهور. prominent people یعنی افراد برجسته. اوکی prominent پس میشه به معنای برجسته یا مهم. اوکی خب بچه ها ما میتونیم به جای prominent از یک واژه leading، leading، leading هم به معنای مطرح. اوکی leading به معنای چی؟ به معنای مطرح هم استفاده کنیم. پس leading هم بنویسین. این leading به معنی چیه؟ مطرح، مهم. اوکی خب بریم پایین. اینجا بریم گفته write appropriate nouns. بریم بچه ها یعنی بچه ها هر وقت فعل رو در ابتدا آورد، هر وقت فعلی در ابتدا به صورت چیه؟ دستوریه، امریه. یعنی میگه این کار، میگه write یعنی بنویسین. چی رو بنویسین؟ گفته appropriate. appropriate یعنی چی؟ یعنی مناسب، درخور. پس appropriate اینجا نقشش چی بچه ها؟ adjective یعنی صفت هست. nouns یعنی اسامی، اسامی مناسبی. after the following adjectives بعد از این صفات چی؟ زیر. بچه following یعنی زیری. بعد از صفات زیری then check the positive adjective. بعد میگه اون adjective ها یا صفات مثبت رو چیکار کنیم؟ بگیم تیک بزنیم. اوکی پس بچه cross این میشه cross، این میشه چی؟ میشه check. اوکی خب پس positive adjective یعنی اون adjective هایی که چی هستن؟ مثبتن. اوکی okay. polite، polite بچه این چی؟ یعنی مؤدب. polite یعنی مؤدب. خب polite، polite چی بچه ها؟ آفرین. polite student یعنی چی؟ یعنی یک دانش آموز چی؟ مؤدب. اوکی خب polite پس شد چی؟ مؤدب یا با ادب. خب حالا ادجکتیو هاش میشه چی؟ متضادش میشه چی بچه ها؟ متضادش یه آی ام اضافه کنین میشه چی؟ میشه ایمپلایت یعنی بی ادب. ایمپلایت. اوکی ایمپلایت.
دیگه بچه ها مترادف براش چی میتونیم بزنیم؟ خب ممکنه اینا تو مدرسه نگم بره تو بتونیم میگم مثلا will رو بزنین. will یعنی چی؟ یعنی خوب، درسته؟ will یعنی خوب. اما will behaved اوکی یا will mannered اوکی دوتاش بچه ها به معنای خوش اخلاق هست. پس will behave یا will manner دوتاش معنای خوش اخلاق هست. بنویسینش. خب دیگه بچه ها به جاش چی میتونیم بگیم؟ respect رو داشتیم، درسته؟ اینا respect رو بنویسین که میشد احترام چی گذاشتن. بکنیش respectful. بکنیش چی؟ بکنیش respectful. اوکی؟ respectful یعنی کسی که احترام گذار هست. خب پس ما اینجا چون ا داریم اینجا اینو مفرد بده. اما میگه some lazy یعنی بچه یعنی تنبل. اپوزیتش میشه چی؟ میشه hard working یعنی سخت‌کوش. اوکی؟ some lazy چی بچه‌ها؟ some lazy students یعنی چند تا دانش آموزه بگین تنبل. پس lazy متضادش میشه چی؟ میشه hard working. خب حالا متضادهای دیگه هم دیگه. خب دیگه چی میتونیم؟ بچه ها متضادش اکتیو هم میتونه باشه. اوکی؟ یا بچه ها انرژتیک. انرژتیک یعنی چی؟ یعنی پر انرژی. انرژتیک. یا لایولی. لایولی یعنی چی؟ یعنی سرزنده. پس بچه ها من برای lazy hard working آوردم، سخت‌کوش، متضادش اکتیو فعال، انرژتیک پرژنی و lively به معنای سرزنده. خب اینجا some رو آوردیم، پس اینجا بعدش باید اسم جمع باشه. A loving چی؟ A loving family یعنی خانواده چی؟ نه lovely نیستا، loving هست. یعنی اینا از نظر روابط صمیمی هستن. اوکی؟ family. دیگه چی میتونیم بچه ها به جاش بیاریم؟ بس loving رو بنویسی اول. خب بس این میشه محبت آمیز. خب حالا opposite براش چی بذاریم؟ on رو بذاریم اولش میشه چی؟ میشه unloving. یعنی چی؟ معنیش میشه چی؟ غیر محبت آمیز، بی محبت. اوکی؟ حالا کلماتی که چی هست میشه چی؟ خب دیگه چی میتونیم بچه ها برای متضاد بیانی برای بچه ها؟ indifferent یعنی چی بچه ها؟ یعنی بی تفاوت. indifferent یعنی بی تفاوت. یا میگیم فلانی چیلی هست میگیم کلده، یعنی سرده. cold هست یا سرده. unconcerned هم میتونیم بگیم unconcerned یعنی کسی که چیکار میکنه؟ بی ملاحظه است. خب
بریم سراغ cruel. cruel به معنای بیرحم هست، درسته؟ ها قبلش ای دارم، درسته؟ پس وقتی قبلش ای دارم بچه ها، یعنی بعدش باید اسم مفرد باشه، درسته؟ خب پس چی میزنم؟ cruel مثلا چی؟ یه چی چیه بیرم؟ cruel boss یعنی یک رئیس بیرحم. اوکی. سنگدل یا بیرحم هست. خب خب میتونیم به جاش چی بذارم؟ hard. hard یعنی چی بچه ها؟ سخت. hearted. heart. hearted یعنی سنگدل. اوکی دیگه چی میتونم بگم؟ مثلا میتونم بگم به جاش sympathetic. بچه ها sympathetic یعنی خود sympathy. sympathetic sympathetic یعنی چی؟ یعنی دلسوز. sympathetic یعنی دلسوز. خب بعدش kind هست، درسته؟ kind میشه چی؟ میشه مهربان. اوکی kind میشه چی؟ میشه مهربان. همون جا که اینجا زدم hard hearted، اینجا میتونم بذارم به چه بجاش چی؟ بگم kind hearted یعنی خوش قلب، یعنی مهربان. پس kind رو میذارم بله چی؟ بله h hearted میکنم یعنی چی؟ یعنی خوش قلب. خب حالا دیگه چی میتونیم چی کنیم متاسینونیماش؟ unkind. unkind یعنی بگین نامهربان. unkind دیگه چی میتونیم بذاریم به جای همون کلمه قبلی؟ cruel یعنی بیرحم. cruel خب یه کلمه هست خب بعدش نوشته some careful. بچه careful یعنی چی؟ یعنی با احتیاط. ها too kind. too kind چی؟ too kind مثلا teachers یعنی دوتا معلم مهربان. حالا متضاد بشه unkind میشه. حالا some careful. careful یعنی چی؟ یعنی با دقت یا با احتیاط. some careful راننده میشه چی؟ driver. چند تا درسته؟ میشه drivers. چند تا راننده با دقت. حالا careful متضادش میشه چی؟ میشه careless. خب بچه cautious هم میتونیم بگیم cautious cautious یعنی محتاط. محتاط اوکی. پس بیایم حالا اون مثبتاش رو یه بار دیگه بررسی کنیم. اول پس polite شد چی؟ شد بگین با ادب. متضادش میشه چی؟ impolite یعنی بی ادب. به جاش میتونید بعدش بیش چی بیاریم؟ student بیاریم. lazy میشه چی؟ تنبل. متضادش hard working سخت‌کوش. active فعال. energetic یعنی با انرژی. lively یعنی سرزنده. خب loving یعنی محبت آمیز، با محبت. میتونیم به جای polite میتونیم well behaved بیاریم یا well mannered یعنی خوش اخلاق، خوش رای یا respectful. اوکی یعنی کسی که احترام گذار هست. loving
متضادش میشه indifferent یعنی بی تفاوت، cold سرد و unconcerned یعنی بی ملاحظه. خب a loving family یه خانواده ای که چی محبت هست بی پول مهر و محبت هستن. cruel یعنی چی؟ یعنی بی رحم. okay a cruel boss یعنی چی؟ یعنی یک رئیس بی رحم. hard hearted یعنی سخت، یعنی سنگدل. okay sympathetic یعنی دلسوز. خب حالا تو کاین به جای کاین میتونی باز کاین هارتد یعنی خوشقلب مهربان، متضادش میشه آن کایند یعنی نامهربان و کرول یعنی باز بیره. کیرفول یعنی با احتیاط، متضادش میشه کیرلس. کاشس هم به معنای محتاط میشه، باز چیش میشه مترادفش. خب پولایت پوزیتیو یا نگاتیو؟ پوزیتیو. لیزی نگاتیو. لوینگ پوزیتیو. اوکی کرول نگاتیو، kind positive and careful positive. very good. پس اینا adjective هایی بود که علاوه بر اون من یه سری مواردم گفتم که بهتر. خب حالا بیایم اینجا اول این متن رو بخونیم. حالا در ابتدا یک توضیحاتی داره، گفته Sarah has been in children medical center for a week. بچه وقتی میگه has been درسته یعنی زمان حال کامل، for a week یعنی یک هفته. بچه یک هفته در گذشته کجا بوده؟ توی بیمارستان بوده. چه نوع بیمارستانی؟ مرکز پزشکی چی؟ اطفال، یا مرکز نگهداری پزشکی از اطفال. پس میگه she has caught a terrible flu. فلو به معنی چیه؟ آنفلانزا. میگه یه آنفلانزای شدیدی گرفته. بچه کچ بوده درسته؟ کچ معنی گرفتن که رفته دو گذشته شده کات. اوکی؟ پس کچ کولد یعنی سرما خوردن. کچ کولد یعنی سرما خوردن. حالا کچ، حالا ده باید بگیم ده، نمیتونیم بگیم ا. کچ ده فلو یعنی چی؟ یعنی آنفلانزا گرفتن. میگه the doctor told her to stay there to get better. میگه دکتر told. بچه چه زمانیه؟ گذشته است. گذشته چیه؟ گذشته ساده است. میگه دکتر بهش گفت to stay که بمونه there اونجا to get better. بچه get better هم به معنای بهتر شد که بهتر شد. There is a photograph. There is a photograph. Photograph means picture. Okay? Photograph means picture. یعنی یه عکس. There is یه عکسی بود of an old man. مربوط به یک مرد پیر. یه عکسی از یه مرد پیر بود. On the wall. روی دیوار. While the nurse is taking her temperature. بچه بس take temperature برنی چیه؟ یعنی دما رو گرفتن. میگه while یعنی میگه در حالی که the nurse is taking، یعنی دمانی که اون پرستار داره چیکار میکنه؟ دماشو میگیره. they start talking شروع میکنن به صحبت. حالا سرا گفته چی؟ گفته excuse me who is that man in the picture. who is that man in the picture. who یعنی چه کسی؟ who is that man اون مرد کیه؟ who is that man in the picture اون مرد توی تصویر کیه؟ گفته nurse یا پرستار گفته oh don't you know him don't you know him don't you know him یعنی نمیشتسیش. him هم ضمیر مفعولی برای he هست، نمیشتسیز. have you ever بچه هر وقت have you ever آورده باز میشه present perfect یعنی از گذشته تا کنون. بچه یکی از کاربردهای present perfect برای بیان چیه؟ experience هست. یعنی چی؟ یعنی تجربه. مثلا ببین میگه اون زمانی که داشتن صحبت میکردن present بوده، الان میگه از گذشته تا کنون. ببینید past هست یعنی گذشته، درسته؟ میگه از گذشته تا کنون دربارش نشنیدی؟ مثلا میخوای بگی من این کتابو مثلا دو بار چیکار کردم؟ خوندم. اوکی از کی؟ از گذشته تا کنون
تو دو تا بازه نامشخص چیکار کردم؟ خوندم. میگه I have read. بچه read وقتی بره تو گذشته حال سوم شده. I have read چی؟ This book. این کتابو چند بار؟ Twice. یعنی دو بار کتابو خوندم. از کی تا حالا؟ گذشته. پس من برای بیان تجربه از گذشته کن از زمان حال کامل استفاده. ساختارشم have یا has برای چیه؟ پی حال سوم. مثلا ببین she or he or it از چی استفاده میشه؟ از has استفاده میکنه. ولی دیگر فاعل ها از چی استفاده میکنه؟ از have. نمیگیم اینجا گفته چی؟ have you heard of Dr. محمد غریب؟ میگه درباره محمد غریب شنیدی؟ کی؟ از گذشته تا کنون. گفته I guess حس میزنم. پس guess یعنی چی؟ نزدنم. I have only seen his name in my English book. بچه see بوده. بچه see یعنی دیدن. میره تو گذشته میشه saw، یعنی پاستش میشه saw، و حالت سومش میشه seen. ما این حالت سومی رو میخوایم. میگه I have only seen his name، یعنی فقط دیدم این his name، این فقط عکسشو، میگه اسمشو توی کتاب انگلیسیمون چیکار کردم؟ دیدم. But I'm not sure about it. اما sure برنش مطمئن، دربارش مطمئن نیستم. گفته سیرا گفته Can you tell me a little about his life؟ بچه can you رو که اوورده یعنی درخواست مؤدبانه میکنه. میگه آیا ممکنه tell me a little about his life؟ آیا ممکنه درباره زندگیش یک خورده، پس a little یعنی خورده، یک کوچولو به هم بگی؟ گفته Dr. Gharib was born in Tehran. born یعنی متولد شدن، پس میگه متولد شد در تهران این 1288 در سال 1280. اینا بچه ها دوتایی میخونیم، میگیم 12 12 88، اوکی 1288 که میشه 1288. میگه after receiving، receive بچه یعنی دریافت کردن، چون after حرف اضافه است، میگه after receiving بعد از دریافت his diploma. ببین اینجا حرف رب داشتیم، این حرف ربته، باشه حرف رب ing. میگه بعد از دریافت دیپلوما، دیپلوماش، he went abroad. بچه abroad میشه چی؟ abroad میشه خارج، اوکی؟ abroad میشه abroad، خارج. اما go abroad یعنی رفتن به خارج، اما این بردش توی گذشته شده went. میگه آفر، he went abroad، رفت خارج to study medicine، که چی؟ پزشکی بخونه، جهت خوندن پزشکی. این 13 بچه، پس این میشه 13 16، در سال 1316 he became a physician. بچه become بوده، ببینید بچه become بوده، become یعنی چی؟ یعنی شدن. رفته در گذشته شده became. پس بچه باقاعده است یا بیقاعده است؟ بیقاعده است. اگر باقاعده بود ایدی میگرفت، اما این چیه؟ بیقاعده است. He became یعنی شد physician، یه طبیب، and then و سپس came back، come back بوده. ببینید بچه come back بوده، بازگشتن، درسته؟ رفته تو گذشتهش، came back. باقاعده است یا بیقاعده است؟ بیقاعده است. برگشت to his homeland، به سرزمین مادریش، اوکی؟ پس این 1347 در سال 1347 this center، این مرکز، was founded، تأسیس شد. پس بچه ها یکی از was founded، بچه ها ساختار مشهوله، ساختارهای مشهول کی استفاده میکنیم؟ برای زمانی که فاعل مشخص یا نیست. اگر خواستیم مشخصش کنیم by، یعنی by میزنیم بعد فاعل رو چی میکنیم. پس میگه تأسیس شد، بچه founded بوده، درسته؟ found بوده، درسته؟ مثلا میگیم I lost my keys. ببینید I lost
my keys، یعنی کلیدامو گم کردم. چیم گم کردم؟ کلیدام. تو چه زمانی؟ تو گذشته ساده. برای این که این رو مجهول کنیم، در ابتدا باید مفعولم بیا اول. مفعول چیه؟ my keys. میارشی my keys یعنی کلیدام، درسته؟ مفرد یا جمع؟ جمع. متناسب باهاش یا was میاریم یا where. اینجا چونه where، where چی؟ where. حالا حالت سوم lose میشه where last، یعنی چی؟ یعنی کلیدام گم شده توسط کی؟ نمیدونم. ببینید مثلا اینجا میگه این مرکز تأسیس شده by Dr. Garib and one of یعنی یکی از، one of یعنی یکی از، one of his close friends یکی از دوستای سمیش. Really I didn't know that. بچه ها این یک جمله ای هست که در گذشته چی شده؟ منفی بشه. ببینید بچه ها این بوده چی؟ I knew that یعنی این رو میدونستم. I knew that رفته تو گذشته شده چی؟ I didn't know that یعنی نمیدونستم. پس جمله مثبت I knew that، جمله منفی I didn't know that یعنی نمیدونستم. دکتر غریب، حالا نرس میگه چی؟ دکتر غریب was also، also بچه این چی؟ همچنین. was هم گذشته چیه؟ اما is و are وقتی میره در گذشته میشه چی بچه؟ میشه was یا چی بچه؟ میشه where. was یا where. پس اما is are وقتی میره در گذشته میشه was و where. مثلا I was، برای مثال I was چی بوده؟ I am بوده. You were، you چی؟ you were، you چی بوده؟ you are بوده. پس بچه هر وقت are داشتیم تبدیل به چی میشه؟ where میشه. هر وقت am و is داشتیم، نه اما is میشه چی؟ میشه was. I am، I was. You are، you were. She is، she was. He is، he was. It is، it was. We are میشه we were. You are میشه you were. They are میشه they were. پس they are یعنی اونا هستن، they were یعنی اونا بودن. بریم پایین تر بچه ها. خب میگه چی؟ میگه دکتر غریب was also a generous man. generous یعنی سخاوتمند، یه مرد سخاوتمندی هم بود. بچه ها generous یعنی دست دلباز، اوکی؟ متضادش میشه چی؟ میشه stingy یعنی خسیس. stingy یعنی خسیس. یا بچه ها tight fisted یعنی ناخن خشک. tight fisted یعنی ناخن خشک. tight fisted. he spared no pains to cure sick children. بچه cure به معنی چیه؟ یعنی درمان کردن، treat. اوکی میگه از هر، از هیچ چیزی دریغ نمی کرد. پس اسپین اوف یعنی از هیچ، بگین تلاشی دریغ نمی کرد که چیکار کن؟ که بچه های بیمار رو درمان کنه. He was very friendly and helpful to poor families. میگه was، پس is بوده، رفته تو گذشته شده چی؟ شده was. He was، پس he was اون بود، very friendly. friendly یعنی صمیمی. and helpful یعنی چی؟ یعنی مفید، یعنی روی کسی که یاری میرسونه. to poor families، برای افراد چی؟ برای خانواده های فقیر. poor یعنی فقیر، rich
ریچ یعنی پولدار. بچه ها ویلفی، ویلفی به معنی چیه؟ به معنای ثروتمند هست. ویلفی میشه چی؟ میشه ثروتمند. خب میگه not surprisingly، not surprisingly یعنی چی؟ یعنی جای ترجم نیست، نمیدونی یعنی جای ترجم نیست. He was regarded as، حتی شناخته شده as a dedicated physician. بچه ها dedicated میشه چی؟ dedicated فداکار. میگه اون شناخته شده به عنوان چی؟ یعنی شهرت داره به عنوان یک طبیب فداکار. It's a pity، میگه چقدر حیف. I didn't know such a great man، من یه ایجور مرد بزرگی رو چکار نمیشناختم. He was known as a distinguished university professor، میگه he was known، حتی مشهور بوده، شناخته شده بوده به عنوان چی؟ distinguished. distinguished معنی چی بچه ها؟ به عنوان یک استاد مطرح چی؟ دانشگاه هم بوده. تو یعنی چی؟ یعنی همچنین. The first Persian textbook، یعنی اولین کتاب فارسی. On children diseases، بچه ها diseases یعنی بیماری ها. Children diseases یعنی بیماری های کودکان. Was written by him، بچه ها اینم was written باز چیه؟ پسیوه، یعنی اکتیو نیست، نوشته شده. بچه ها این چی بوده؟ این فلواقع این بوده، میگیم he او اوکی he wrote، he wrote یعنی نوشته. the first he wrote the first اوکی اولی چی؟ Persian. Persian یعنی چی؟ یعنی فارسی. Persian book یعنی اولین کتاب. اولین کتاب چی؟ اولین کتاب آن مرتبه، یعنی درباره آن children's، on children's diseases، یعنی اون نوشته اولین کتاب مرتبط با بیماری کودکان. درسته؟ خب حالا این معلومش این بوده که میایم میگیم the first Persian books on children's wrote رو اوکی میایم اینجا، چون این مفرد بوده و زمانمونم گذشته ساده بوده، متناسب با این واز میاریم. پس میگیم the first Persian books on children disease was، حالت سوم wrote میشه چی؟ میشه written. written پس میگه اولین، مثلا الان بخوایم by رو ننویسیم میشه اولین کتاب مرتبط با بیماری های کودکان نوشته شده. حالا by him دیگه اینجا نمیتونیم بگیم by he، باید بگیم by him یعنی توسط او. اینجا باید ضمیر مفعولی بیاریم. he taught، بچه teach بوده. teach یعنی چی؟ یعنی درس دادن. he taught یعنی درس میداد medicine to thousands of students، یعنی درس میداده به هزاران چی؟ دانش آموز. پس thousand یعنی هزار، to thousands of students به هزاران دانش آموز. oh what a great man he was، میگه عجب مرد بزرگواری بوده. اوکی okay. by the way، نرس گفته by the way Rusty it might be interesting to know، میگه شاید برای جالب باشه که بدونی that your physician was، که پزشک شما یا طبیب شما was بوده one of، یکی از دکتر غریب students، یکی از دانش آموزان دکتر غریب. really really واقعا that's interesting، جالب بود. پس ببینید مرکز طبی کودکان. اوکی خب حالا این سوالات رو یک مطالعه کنید، این سوالات رو یک مطالعه دکتر. خب حالا توی این یه سری سوالات از ما پرسیده. حالا میگه when was دکتر غریب born، میگه دکتر غریب کی مطالعه، که جواب رو چون WH گذاشته ما باید کامل جواب بدیم. میگیم او، درسته؟ he was born، he was born، he was born in
این چه سالی؟ فکر کنم 1200 چند بود؟ 1288. He was born in the... تو کجا بود به دنیا آمده؟ تهران. حالا اگر به جای even where گذاشته بود، پس he was born in 1288. اگر به جای این when where گذاشته بود، کجا متولد شده؟ میگه he was born in تهران. Why was Dr. Gharib regarded as a kind physician? چرا به عنوان یک پزشک مهربون شده معرفی شده؟ اوکی، علت شهرتش به خاطر میگه چی؟ Since یا because؟ دو تاشه. Since he چی؟ آه نه، اینجا بود. نکن، یکی از دلایلش اینجا بود. He spared no pain to cure. And اینجا ببین، پس یکیش این بود که بچه های بیمار رو درمان میکرد، و اینجا هم یه عبارت، یه اصطلاح هست، He spares no pains. He spares no pains. پس میگیم because he spares no pains to cure children people. و همین، اوکی، برای اینا. بعدش گفته چی؟ Have you seen؟ بچه وقتی میگه have you seen چه زمانیه؟ حال کامل هست. میگه تا حالا تیوی سریز، بچه تیوی سریز به چه معنیش چیه؟ یعنی سریال تلویزیونی. پس بچه سریال تلویزیونی میگیم تیوی سریز. پس میگه have you seen Dr. Gharib تیوی سریز؟ میگه آیا تا حالا سریال دکتر غریب رو دیدی یا ندیدین؟ شما ندیدین؟ پس میگیم No, I haven't. پس no, I haven't seen it. یعنی تا حالا ندیدمش. No, I haven't seen it. یعنی تا حالا ندیدمش. خب بیاین اینجا، نگفته new words and expressions، یعنی کلمات و عبارات جدید. ببین بچه ها، اینجا گفته شی حمید sits on the sofa. حمید میشینه روی موب، پس سوفا موب، and watches TV all the time. all the time یعنی تمام، یعنی همه، همیشه، یعنی تمام مدت رو چیکار میکنه؟ تلویزیون نگاه میکنه. My grandfather یعنی پدر بزرگم، feed بچه ها، food یعنی غذا، اما feed یعنی غذا دادن. بچه ها اینها تو چه زمانی؟ زمان حال ساده است، یعنی همیشه اتفاق میفته، همیشه تکرار میشه. The pigeons یعنی pigeon هم بچه معنی کبوترها. The pigeons in the park every morning. پس پدر بزرگش هر صبح عمل غذا دادن به این پیجن ها را انجام میده. کجا؟ in the park، توی پارک. پس عمل غذا دادن به کبوترها هر صبح تکرار میشه. پس کلمه جدید feed، غذا دادن، pigeon به معنای کبوتر. و همین دیگه، بریم پایین تر. میگه چی؟ Dad really shouted at me. بچه shout یعنی چی بچه؟ یعنی فریاد زدن. اما shout at somebody یعنی فریاد زدن سر کسی. مثلا میگی don't shout at me یعنی سر من داد نزن. Dad really shouted at me یعنی واقعا سرم داد کشید. when وقتی که I didn't do the homework تکالیف انجام ندادم. بچه دو تا عمل در گذشته است. shouted ای گذشته است. didn't هم منفیه. دو تاش در گذشته ساده. we have to speak louder. بچه we have to یعنی ما باید بلندتر صحبت کنیم. because چرا؟ my grandmother مادر بزرگم is hard of hearing. یعنی چی؟ یعنی آفرین. پس hard of hearing، بچه خود hearing به معنای چیه؟ اون توانایی یا چیز شنوایی رو میگیم hearing. اوکی، بریم پایین تر. فردوسی was born in a village. بچه ویلیج به معنای روستا. نیه یعنی نزدیک، توس. پس فردوسی متولد شد این ویلیج در یک روستایی، نیه توس،
نزدیک توس. و بعدی میگه my uncle went to his heart، یعنی رفت سمت پسرش. پس عموم یا داییم رفت سمت پسرش، پس سان میشه فرزند پسر. حالا دوته میشه چی بچه؟ میشه فرزند دختر. and hugged him، بچه hug هم یعنی بغل کردن، رفته در گذشته شده hugged یعنی بغلش کرد، باقاعد است. حالا میگه my little sister یعنی خواهر کوچکترم sits میشینه on my mother's lap، یعنی میشینه روی ران مادرم. all the time تمام مدت میشینه روی ران مادرم. خب بسیار عالی. پس این درس رو میذارم یوتیوب، لایک و سابسکرایبم یادتون